অত <laughs> অগ <laughs> بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان سلام شاگردای خوبم امیدوار استم که حال همه شما عزیزان خوب باشه و درس گذشته خودتان را مطالعه کرده باشید و شاد و سر حال با انرژی تمام کتاب و کتابچه و قلم خودتان آماده کرده باشید و با ما همراه شده باشید خب شاگردای خوب و عزیزم سومین جلسه از مضمون بیولوژی سنف هفتم امروز با همدیگه به خیر آغاز میکنیم برای ارزیابی درس گذشته شما درس خوب مطالعه کردیم بشاره به چند سوال میکنیم سوال اول انواع جانداران از نظر تعداد حجره به چند دسته تقسیم میشه آفرین شاگردهای خوب ما جانداران به دو گروه تقسیم کردیم جانداران تک حجروی و جانداران چندین حجروی دیگه وارد جزئیات از اینا نمیشیم در درس گذشته به طور مفصل در مورد از اینا با هایک دیگر صحبت کردیم سوال دوم حجرات مختلف از نظر چه ویژگی هایی با یکدیگر متفاوت هستند باز هم شما درست گفتید حجرات مختلف از نظر شکل از نظر ساختمان و از نظر جسامت چون وظیفه متفاوتی داره با یکدیگر فرق میکنند سوال سوم حجرات تمام موجودات زنده دارای چند بخش هسته؟ این سوال بسیار مهمی هست. آفرین به شما که بازم به سوال ما درست جواب دادید. تمام حجرات چه در بدن حیوانات باشه و چه در ساختار نباتات باشه سه بخش اصلی و مهم داره. یک قشای حجروی، دو سایتوپلازم و سه هسته سوال چهارم در مورد دیوار حجروی چه می دانید؟ یادتان می آید که گفتیم حجرات نباتی علاوه بر از سه قسمت مهمی که نام بردیم یک دیوار اضافه دیگر از خارج حجره اضافه شده داره به نام دیوار حجروی که این دیوار حجروی به حجرات نباتی ما هم استحکام و هم شکل میده و نقش محافظتی هم داره و از ورود عوامل بیماریزا به داخل نبات و حجره آنها جلوگیری میکنه فراموش نکنید دیوار حجروی مخصوص حجرات نباتی هست و اما سوال آخر پروکاریوتی چه جاندارانی است؟ یا باز هم اگه به خاطر داشته باشید ما جانداران از لحاظ نوع هسته ای از اونا بعد گروپ بزرگ تقسیم کردیم گفتیم جانداران از نظر هسته یا پروکاریوتی هسته و یا یوکاریوتی هسته خب سوال اینجا از ما در رابطه با پروکاریوتی سوال کرده پروکاریوتی همون خانواده بکتری ها بودن همانهایی که هسته ساده و ابتدایی داشتن و هسته از اونا جایگاه مشخصی در دا داخل سایتوپلازم ندارن و قشای هستوی نیز ندارن خب خدا را شکر که همه شما درس گذشته را خوب خوانده بودید و به سوالات ما به خوبی پاسخ دادید اما ما و شما در امروز یک فصل جدید آغاز میکنیم فصل دوم بیولوژی سنفه هفتمه در این فصل با چه چی چیزهایی آشنا میشیم؟ در این فصل شاگردهای خوب ما با سطح تنظیم آشنا میشیم یعنی میخوانیم که یک پیکر یک موجود زنده چگونه به منظمی کار میکنه جانداران چندین حجروی برای از ای که به حجرات بدن از اینا بتونه در کنار یکدیگر وظایف خود به خوبی انجام بدهه دارای سطح تنظیماتی هسته این سطح تنظیمات ما و شما هم در حجرات نباتی و هم در حجرات حیوانی با یکدیگر بررسی میکنیم خب شاگردای خوب و عزیز بریم تا ببینیم که این سطوح تنظیم شامل چه بخشایی است سطح تنظیم در موجودات مختلف چی در نباتات باشه و چی در جانوران بخش مختلفی دارد. ما و شما به عنوان یک موجود زنده چندین حجروی یا یک حیوانی مانند اسب و یک نباتی مانند یک درخت دارای ارگانیزم یا به عبارت دارای سیستم های مختلفی هسته بدن ما و شما چندین سیستم داره ما و شما سیستم تنفسی داریم سیستم گردش مواد داریم سیستم اطراحیه داریم سیستم تولید مثل داریم، نباتات هم به همین صورت هسته. این سیستم های مختلف در کنار یکدیگر یک ارگانیزم زنده یا یک موجود زنده را می سازه. هر کدام از این سیستم ها از چندین عضو درست شده است. مثلا در سیستم حازمه ما و شما ما چندین عضو داریم. معدر داریم امعای کوچک داریم امعای بزرگ داریم مریر داریم دهان داریم پس هر قسمت هزینه یک عضو هست برای یک سیستم اما این عضوا یا این اعضا هر کدام از اونا از چه بخش های خوردتری دیگه درست شده است هر کدوم از این اعضا مثلا معده مثلا روده یا هر بخش دیگری از هر سیستم دارای چندین بخش کوچکتری به نام نسج هست شاگردای خوب نسج همو بافت است گاهی وقتا شما در کتابای علمی به جای کلمه نسج بافت می بینید بافت و نسج هر دو یک چیز هست هر عضوی از بدن دارای چندین نسج است دست خود در نظر بگیرید این دست ما و شما استخوان داره پوست داره ماهیچه داره چربی داره رگهای خونی داره و در دا ما بین رگهای خونی خون هم داره ما زمانی که نسجا را بخوانیم این قدرت علمی را پیدا می کنیم که تشخیص بدیم که هر کدام از این نسجا یا هر کدام از این بخش هایی را که ما نام بردیم متعلق به کدام انساج هست و کار از این انساج چی می باشه؟ خب ان در پایان از این فصل همه از این چیزهایی را که به شما گفتم به خوبی خوب یاد میگیریم خب ما به شما گفتیم که به کوچکترین بخش رسیدیم به نام نسج اما نسج خودش چی هسته نسج به تعداد چند حجره حجره همکار و همشکل شکل گفته میشه حالا ما این نسج برای شما نشان میدم در حجرات نباتی و در حجرات حیوانی که به چه صورت هستیش. نسج ما و شما میبینیم که این نسج به مجموعه حجرات همکار و هم شکل گفته میشه یعنی چند تا حجره ای که با همدیگه در کنار همدیگه شکل از اونا مانند همدیگه است کار از اونا هم یک چیز است چون یک وظیفه مشخصی را دنبال میکنه بزی نسج گفته میشه در حیوانات و جانوران در حیوانات و نباتات ما نسجای مختلف داریم که هر کدام از این نسجا وظیفه خاصی را هم به عهده داره ما امروز فقط ما و شما نسج نباتی را با یکدیگر میخوانیم خود نسج نباتی ما سه نوع نسج داریم در نباتات ما انساج به سه گروه تقسیم میکنیم یک انساج بشروی هست که همو اپیدرمیس است بچه های انساج بشروی همتای پوست در بدن ما و شمایم دومین نسج انساج اساسی هسته و سومین نسج انساج وعایی یا انتقالی که هر کدام از اینا را به طور مفصل ما و شما میخوانیم ما یک بوریشی ارزی از ساقه یک نبات برای شما اینجا آوردم تا شما موقعیت از این سه نسجه خوبی از این تصویر درک کنید ببینین این خط سیاه پررنگه که دور تا دور از این بریش گرفته اپیدرم نوشته شده که همو نسج بشروی یا اپیدرمیسه که از بیرون پوشانیده دور تا دور نبات گرفته و در مرکز مرکز این وسط وسط که من رنگش برای شما سرخ میکنم انساجی داریم که تحت عنوان زایلم فلویمه که بازی را در انساج انتقالی ما و شما آشنا میشیم فاصله از این انساج اپیدرمی یا انساج بشروی را تا انساج انتقالی در وسط که اینجا با رنگ سرخ ما برای شما رنگ میکنم انساج اساسی گفته میشه اما این انساج اساسی هم برای خودش چند بخش هسته که با یکدیگر و جای خودش به طور مفصل میخوانیم خب اولین نسشه با یکدیگر بررسی میکنیم انساج بشروی یا اپیدرمیس مانند پوست در بدن ما و شما هست پوست در کجای در خارجی ترین قسمت بدن مایه که بدن ما را از سر تا پای ما از بیرون پوشانیده است و کار حفاظتی انجام میده در نباتات هم این نقش نقش یا وظیفه محافظوی داره پس مهمترین نکته از این بخش یا اسلاید ما در زیست که ما بدانیم انساج بشروی نقش چی داره آفرین نقش محافظوی داره در این تصویر ما یک قسمت یک نمونه از برگ برای شما آوردم چون در های بعد با خود برگ و ساختمانش به طور مفصل آشنا میشیم ما فقط ای برای شما آوردم تا موقعیت نسج اپیدرمی یا بشروی را نشان بدم ببینین یک لایه نازکی هست که از بیرون برگ ما و شما را میپوشانه این نسج اپیدرمی هسته بعضی از نباتات علاوه بر از این نسج اپیدرمی یک لایه دیگه به نام کوتیکول که در تصویر میبینید هم رویش هست اما چون در تمام نباتات وجود, وجود, نداره او را در مبحث ساختمان برگ برای شما توضیح خواهم داد خب انساج اپیدرمی هم از بالا حجرات نباتی را در بر میگیره و هم از پایین محافظت میکنه این انساج اپیدرمی یا بشروی است این انساج مانند پوست ما و شما یک نقش حفاظتی دارد چی در برابر سرما چی در برابر گرما و چی در برابر عوامل بیماریزا اجازه نمیده که میکروب ها به راحتی وارد بخش ها و انساج نباتی شود خب دومین نسج در نباتات که همون قسمت بین اپیدرم بالا و پایین بود را برای شما نشان میدیم تحت عنوان انساج اساسی گاهی وقتا ما برای شاگردا میگم شاگردا یا خوب همین دست خود یک برگ تصور کنید این دست شما بالای از ای اپیدرم هست بافت بشروی یا اپیدرمیست همون اپیدرم اپیدرم بالا پست دست شما زیر دست شما اپیدرم پایینه همی زخامت دست شما یا همی کلوفتی دست شما که بعضی برگ ها نازکه بعضی برگ ها زخیم است و کلوفت هسته همی زخامت برگ را انساجی در نباتات می سازه به نام انساجی اساسی انساج اساسی هم به سه شکل دیده میشه در نباتات یک انساج پارانشیما دو انساج کلانشیما و سه انساج اسکولوران شما سخت نیست شاگردای خوبه بقی. شما هیچ وحشت نکنید این آهسته آهسته با هم میخوانیم هر کدام از این انساج یک ویژگی خاص داره که مخصوص خودشه او رو که فراموش نکنید دیگه هرگز این انساج ها. با یک دیگر اشتباه نمی کنید در این شکل هم برای شما نشان دادیم انساج پارانشیما، که سفیدیش از بیشتر هسته و سبز یا همون دیوار حجرویش نازکتر هسته دومی انساج کلان شیما هسته و سومی انساج اسکلوران شیما هسته ای بالا در یک برش عرضی هسته یعنی ما از بالا در میکروسکوپ در همون آله میکروسکوپ که نگاه میکنیم یه انساج میبینیم این شکل پایین خود حجرات در کنار یکدیگر از روبرویش یعنی از طول این حجرات نشان میده خب ما گفتیم که این انساج میخوایم برای شما چیزایی بگیم که فراموش نکنید و خوب به خوبی تشخیص بدیم یک یک این انساج با یک دیگر مطالعه میکنیم تا با اونا بیشتر آشنا شویم اولین انساج ما انساج پارانشیم هست این پارانش... پارانشیم دمزی شکل برگی که برای شما نشان دادم به خوبی مشخصه انساج پارانشیما در همین زخامت برگ ما جایی که ما برای شما میدم حضور داره در تصویر نشان دادم این انساج در بخشای جوان گیاه هست. کجای یک گیاه جوان هسته؟ بله برگ یک گیاه در ساختمان برگ های گیاه در ساختمان ساقه و برگ های گیاه که برگ های جوان هسته این نصب بیشتر دیده میشه خب این نسج یک نسج زنده هسته نسج زنده دیوار سلولوزی یا دیوار حجروی نازک داره این مشخصه اصلی از این نسج پارانشیما بود پس یاد داشته باشید در بخش های جوان گیاه وجود داره یا نباتی ما و دیوار سلولوزی بسیار نازکی را هم داره این دو تا ویژگی را اگه به خاطر بسپارید با او انساج دیگه هرگز یا را اشتباه نمی نسج دوم ما نسج کالان شیما هست یا کلان شیما خب او قبلی پاران شیما بود ای کلان شیمایه او دیوار حجروی نازک داره اما ای دیوار حجرویش از قبلی زخیم تر است ای نکته خوبش که ما را به خاطر ما بمانم دیوار حجروی نسچ پارانشیما بسیار نازک بود ولی دیوار از اینا زخیم تر هسته و نکته مهم بعدی که با ما کمک میکنه ما این نسج به خاطر بسپاریم ایجاد قابلیت این اطاف پذیری هست ای یعنی چی؟ یعنی ما ش... ش... ساقه یک گیا را یک کم خم کنیم نمیشکنه رها کنیم دوباره صاف میشه خب رو شما میدانید نباتات جوان ساقه های از اونا رو ما به راحتی خم کنیم همی خاصیت یا قدرت خم شدن و دوباره برگشتن به حالت اول از اینا مربوط به نسج کلانشی ما هسته خب در بخش های یا جوان گیاه دیده میشه خب نیموف در بخش های کجا یک نبات ما از ریشه رشد میکنه از ساقه هم رشد میکنه و از شاخه هم رشد میکنه شاخه های جوان ما میتونیم خم کنیم و رها کنیم و دوباره اونا نشکنه به شکل و حالت اول خود برگرده این دو تا ویژگی مربوط به انساجی بود که ما و شما تحت عنوان کلانشیما میخوانیم پس پارانشیما حجراتی داره با دیوار سلولوزی بسیار چی؟ آفرین دیوار نازک نسج کلانشیما چی فرق داشت؟ باز هم درست گفتید نسج کالانشیما دیوار همو دیواری تر است در زینا زخیم تر هست در شکلم شما میبینید که نسج پارانشیما یک خط یعنی دیوار حجرویش یک خط نازکه ولی در نسج کلانشیما این دیوار حجرویش کلوفتر و زخیمتر شده است سومین نسجه که در اینجا میبینین و خیلی دوست دارین زودتر بفهمید او را دیگه ما و شما چطور تشخیص بدیم از این دو تا قدم آسانتره. آسان تره او نسج اسکولاران شیمایه شاگردای خوب ناکه که خوردی خیلی میوه خوشمزه هست من ناک خیلی دوست دارم وقتی که ناک میخوریم گوشت از این ناک در زیر دندانای ما که میایه در مابین از اینا یک چیزای دانه های سخته همو دانه های سخته. میوه ناک همون نسج چیه؟ اسکولاران شیما ای چرا سخت شده؟ حالا میخوانیم این نسج که ما هست چند حجره داشت دیگه حجرات از اینا به مرور زمان مرده یک حجره کی میمیره هر وقت سایتوپلازمش از بین بره این انساج یا حجرات از این انساج دیوار حجروی خیلی زخیم تر داره اگر در شکل هم شما نگاه کنین میبینید در این شکل آخر که ما انساج کلانشی برای شما حلقه سرخ کشیدم حجراتش در مابینش سایتو پلازمش کم مانده خیلی کم مانده یک زرد کم رنگه ولی رنگ سبز یعنی همین دیوار حجرا دیوار حجروی ما زخیم و زخیم تر شده وقتی دیوار حجره زخیم میشه حجره ما از بیرون که بزرگ نمیشه دیگه از داخل ای حجره کلان میشه ببخشید از داخل از این دیوار حجروی کلان میشه و سایتو پلازم کم میشه ای حجره دیگه کم کم میمیره و به یک حجره حجره مرده میرسه دیوار حجروی در زینا زخیمه در پارانشیما بود زخیمتر ولی اینجی دیگه زخیم شده علاوه بر دانه های سخت نک پوشش دانه های لوبیا هم از همین انساجه هم. لوبیا وقتی که برداشت میشه از گیاه یا از نبات خودش یک قلاف یا یک پوشی داره که در مابین از او پوش سه چهار یا چند تا لوبیایه خود همین پوشی لوبیا سخت و محکم است او جنس از او از انساج اسکولارانشیم هسته خب یک نسچه دیگر هم ما میگیم از همین یک مثال دیگر هم میگیم چار مغز پوسته چار مغز هم که سخت و محکم هسته متعلق به انساج اسکلورانشیم هسته ای ستان نسج نسج بسیار مهم در حجرات چی بود؟ نباتی بود شاگردای خوب پس ما ای ستان نسج اساسی را که زخامت همو برگ را مثلا برای از ما و شما مشخص میکرد آشنا شدیم نسج اول چی بود؟ بله نسج پارانشیما بود که یک دیواره حجروی نازک داشت نسج دوم چه بود؟ نه آفرین حواس شما از ما بیشتر جمعه نسج اول کلان شیما بود یا پاران شیما بود فکر کردید؟ آفرین نسج اول نسج کلان شیما بود که دیوار نازک داشت نسج دوم نسج پاران شیما بود که دیوار حجرویش یک کم زخیم تر بود و نسج سوم اسکلاران با این سه تا مثالی که زدم میوه ناک به خاطر بسپارید هرگز هرگز نسج اسکلاران را فراموش کنید شاگردای خوب ما قبل از اینکه نسج سوم ما و شما بخوانیم یک مثال برای شما بزنم در خانه های همه ما و شما آب که لوله شده نل کشی شده ما در خانه یک نل داریم که آب پاک را به داخل خانه میاره و به داخل آشپزخانه و به داخل حمام و هر جایی که ما نیاز داریم میرسانه یک نل دیگه داریم که چی را از خانه میبره بیرون آفرین همی آب فازل آب ما و شما را پساب ما و شما را آبی را که از آشپس خانه و همم می آیا. یک نل بود آب می آورد یک نل دیگه پساب می برد خواهی مثال ما برای شما برای چی گفتم؟ برای از که در نبات هم ما همچین چیزی داریم خیلی جالب است درسته؟ بله حالا بریم نسجه سوم نباتات بخوانیم نسج سوم ما در انساج نباتی همون نسج انتقالی یا وعایی هسته انتقالی هسته مانند همون نل آبی که در خانه ها برای شما اشاره کردم انتقال میده مواد در داخل حجرات نباتی ما در این نسج دو تا بخش نلی شکل داریم یکی به نام زایلم و یکی به نام فلویم حالا من در اینجا برای شما زایلم نشان دادم در این قسمت یک زایلم تنها را نشان میدیم و در این قسمت یک زایلم نشان میدیم و یک فلویم را نشان میدیم در ابتدا زایلم برای شما بگم چی هسته؟ زایلم یک بخشی هست که در بعضی از کتاب علمی او را آوندم گفته میشه پس این انساج انتقالی یا وعایی انساج آوندی هم همویه هر دوی از اینا یکی هسته زایلم آب و مواد معدنی را از ریشه گیاه میگیره و به برگ میبره. ریشه گیاهان در مابین خاک قرار داره. آب و مواد معدنی موجود در خاک باید از خاک گرفته بشه، دست به دست بشه تا برسه به برگ تا در برگ عمل فتوسنتز یا عمل ترکیب زیایی انجام شود. این کار برای نباتات یک ساختار یا انساجی به نام زایلم انجام میده خب یک چیز جالب برای شما بگم بچه ها ای است که زایلم خودش دیگه انساج مرده شده یعنی انساج از اینا که در کنار یک دیگر هسته ما اگر اینا را در تصویرم شما دقت کنید م را برای شما نشان دادم مانند یک لوله یا یک نل هسته که آب و مواد معدنی را از ریشه میگیره و ایره انتقال میده و برک. حالا در سالهای بعد ایشالله در کتاب بیولوژی میخوانیم که چگونه ای زایلم آب و مواد به سمت بالا هدایت میکنه چرا برای از ما شما جالبه چون ما یک نیروی گرانش زمین یک نیروی جاذبه زمین داریم پس خیلی اینجا چیز خوب و قشنگی هسته که چجوری ای زایلم در نیروی جاذبه زمین غلبه میکنه و برعکس ای آب در سمت بالا میبره یادگیری از او احتیاج و نیازمند از ای هسته که شما علم بیولوژی شما یک کمی پیشرفته تر شوه تا ای را خوبی درک کنید شالا در سالهای بعد میخوانیم پس زایلم از زمین مواد به سمت برگ انتقال میده خودشم شبیه یک نل هسته آب میبره به سمت بالا نسج بعدی از این بخش بعدی از این نش فلویم هسته انساج فلویم این فلویم کارش برعکس ها. کار همون نعلی بود که گفتیم پساب از خانه میبرد به بیرون حالا فلویم هم از برگ به سمت پایین و ریشه گیاه میآید. در برگ چه کاری انجام میشه شاگردا برگ یک نبات بسیار برای نبات حیاتی و مهم است آفرین ما در برگ مهمترین تعامل کیمیاوی را برای یک موجود زنده مثل نبات داریم و او فتوسنتز یا ترکیب زیایی این ترکیب زیایی که در برگ انجام شد محصول از این ترکیب زیایی را ما شیره پخته میگیم حالا فلویم همه شیره پخته را باید از برگ بگیره و تا به ریشه یک نباد یعنی در سر تا سر نباد توضیح کنه و حتی به ریشه هم برسانه پس این جهت حرکتش برعکس ها. از بالا به پایین هست حال در تصویرم شما ایرم یک فرقی که این فلویم و زایلم دارد ازیه که در فلویم انز... حجراتش هنوز حجرات زنده هسته و حجرات زایلم حجرات مرده بود این حجرات زنده حفره حفره شده سایتوپلازم از اینا سوراخ سوراخ شده که در تصویر ایره به صورت یک صفحه قربالی یا سراخ سراخ میبینید که این شیره پخته از بالا که می پایین باید از مابین از این قربال یا مابین از این ها عبور کنه تا برسه به پایین ترین بخش یک نبات که ریشه نبات هست به همه خاطر ای سایتوپلازم یک سایتوپلازم زنده هست که انشاءالله در سالهای بعد ای را که ای سایتوپلازم اینجا چگونه کمک میکنه تا این شیره پخته از درون از این سراخ ها عبور کنه خب شاگردای خوب امیدوار هستم که خسته نشده باشید ما دیگه انساج حیوانی را در جلسه بعدی انشاءالله برای شما تشریح میکنیم خب آل ما و شما چیزایی را که امروز خواندیم خوب به خاطر داریم، حال برای شما ما یک کارخانگی میدیم که این کارخانگی را شما انجام میدین و از طریق شماره 20964 780 255 کار خانگی را برای ما روان میکنید. از طریق واتساب، از طریق تلگرام، از طریق آپارات هم، در فضای مجازی هم از طریق مکتب هادی می توانید درس ما را با ما همراه باشید، گوش کنید و به خوبی یاد بگیرید. کار خانگی ما و شما چی بود؟ این انساج اساسی و انساج وعایی را در داخل هایتان بکشید. ما تصویر از اونا را در اسلاید ها برای شما تشریح کردم شما اونا در دفتر کتابچه های خودتان میکشید نامگذاری میکنید نام از اونا را می نویسید و برای ما روان میکنید ان شاء الله که همه شما به درستی کار انجام بدین و من منتظر جوابهای درست شما هستم تا جلسه بعدی همه شما عزیزان به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم خدا یار و نگهدارتان